به هر کسی که شما کمپلیمان میدید میگید چقدر خوشگلید، چقدر مثلا لطف دارید، چقدر مهربانید، اینقدر اون آدم خوشحال میشه. و من بسیار در طول زندگیم کمپلیمان از مردم گرفتم. مرتبا مردم به من میگن خدا شما رو نگه داره، چه آدم خوبی هستی، چقدر مهربانی. از اینکه در 62 سالگی اینطور موندم به خاطر این کمپلیمان های شماست، به خاطر اینکه من همینطور آمدم اینجا حواسم نبود که سلامی گفتم و شما برای من کش زدید. خب خوب بود، کار قشنگی بود. یعنی این کار برای دیگران بکنید، من که دیگه عادت کردم. خیلی لطف کردید، احساس من این بود که خیلی خوشحال شدم. پس یه عده‌ای بیدارن و فکر کردم خوابند، پس یه عده‌ای بیدارن دارن برای دکتر کف میزنن، حضورش رو مبارک میدونن، روز مبارکی آمده. این کارها خیلی کارهای قشنگی، تمام مثبت. حالا دوباره تکرار نمی کنم که همسرانتون رو دائما ببوسید، ممکن آقای دکتر خوشونه، هی تکرار نکنم که مثلا چه بکنید چه بکنید، اونا رو بلدید. فقط تکرار می کنم که دعوا نکنید، این که ضرر نداره کلمش. مثلا قیافاتون تو ابروهاتون 88 نکنید. شت شت. میگن چه مرگته؟ میگید مرگم نیست، خیلی حالم خوبه. اگه مرگت نبود میخندیدی. آخه اشکال در اینه که مردهای مملکت ما یه چیزایی میگن، میگن وقتی میخندیم تو خونه زنان ما میگن چرا میخندید؟ حتما خونی مادرتون بودی یا با کسی بودی؟ عجب. نمیخندیم میگیم که چرا این قیافه زهرمانه گرفتید؟ هر وقت که غصه داری میای تو خونه. بعد مردم میگن ما نمیدونیم چیکار بکنیم، میخندیم. بخندیم نخندیم چیکار بکنیم؟ من به شما توصیه میکنم اگه همسرانتون میخندن تشویق کنید. ای چی عجب، فرصت کردی میخندی. کمتر فرصت میشه آدم بخند. و اگر ابروهاشون در هم بود هیچ نگید. یادتون باشه این جمله، هیچ نگید، او خودش خواهد گفت. تکرار نکنید. چته بگو، لالمونی گرفت، چرا حرف نمیزنی؟ چرا با من اصلا حرف نمیزنی؟ حالا که دختر خالت بود حرف میزنی. خب معلوم با دختر خالت هم حرف میزنی. حرف هیچ نگید. اونم اوقاتش تلخ نشسته اینجا ساکت ساکت. آدم گاهی اوقات میخواد حرف نزن. کیه باید ببین؟ سکوت کن. بعد از یه رو میگه میدونی چیه؟ ما رو امروز بیرون کرد. یا اوه بیرون کردن اینا. پس معلوم بود ایشان قصه‌ای در دل داشت. خودشون میگن، شما اصرار نکن.